حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با مساق علیزاده. عملا یک گروهی مثل حوثی ها و بسیاری از گروه های نیابتی این چنینی یک نوع ارتش دیفکتوست برای جمهوری اسلامی در خارج از مرزهاش، اینطور نیست؟ نه، قاعدتا اینطور هستش و آقای خامنه ای هم داره همین معنا رو منتقل میکنه به معنی عباره به این تعبیر که به اصطلاح وقتی تحسین و تمجید میکنه یعنی اونها کارشون رو ادامه بدن. اما چرا الان داره این حرف رو مطرح میکنه؟ بگذارید من یک تصویر کاملتری سعی کنم بدم و اون این که در همین یک ماه و نیم گذشته من سه وضعیت فشار رو روی جمهوری اسلامی ارزیابی کردم. این سه وضعیت میبایستی پاسخی طرف تهران داده میشد بهشون. وضعیت اول همون حمله تروریستی بود که به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، 100 نفر بود، 100 نفر کشته بود، 300 نفر مجروح در گذشته بود، خب بعد یه پاسخی داده میشد. دومیش مسئله ترورهایی بود که با موفقیت و با دقت اسرائیل انجام داده بود، چه در مورد رهبر یکی از رهبران بلندپایه حماس صالح العروری، یکی از رهبران بلندپایه حزب الله وسام حسن الطویل و فرمانده ارشد سپاه پاسداران رضی موسوی و دیگر افراد در کنارش. این هم وضعیت دوم. وضعیت سوم هم وضعیت بود که امریکا وارد واکنش علیه حوثی‌ها شد و مواضع حوثی‌ها رو زده بود و بریتانیا هم کنارش ایستاده بود، موافقتی اکثر کشورهای اروپایی هم داره. معنیش اینه که قرار فشار رو حوثی‌ها هم زیاد بشه. خب حالا در این وضعیت شما میبینید که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر معنوی، میدونید که واقعا حوثی‌ها نگاه رهبر معنوی به او دارند، نه صرفا رهبر سیاسی. حالا سر اون عقیده سیادت در رهبری و این چیزها که میدونید داره به زبانی صحبت میکنه که شما همچنان این جبهه بابونندب رو باز نگه دارید، به دلیل اینکه خب اینجا هم حوثی ها واکنش نشون داده باشن به آمریکا، به بریتانیا، با اون موشک هایی هم که اخیرا زدن اونجوری واکنش نشان بدن نسبت به اسرائیل که اقداماتی رو انجام داده. پس اگر این سه وضعیت بگیریم، تهران در موقعیتی قرار گرفته بود که میبایستی واکنشی نشون بده. این واکنش ها یکی با اون موشک پرانی ها بوده، یکی هم با این تحسین و تمجید کردن از حوثی ها، ولی معناش این هستش که هم پس باب اسکلیشن و افزایش نزاع بالا رفتن هستش، بایستی انتظار این داشتش که بدتر از این هم وضعیت بشود. آقای علیزاده، فارغ از اینکه چقدر جمهوری اسلامی در جریان حملات 7 اکتبر بوده یا نه، ولی درست بعد از حملات 7 اکتبر به شکل کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، از گروه های نیابتیش در منطقه داره استفاده میکنه. چقدر به نظرتون از نقطه نظر استراتژیک و منعکس کردن قدرتش در منطقه کارت های نظامیش جمهوری اسلامی خوب بازی کرده تا الان؟ ببینید در یه جهت من لااقل در خیلی هوشمندانه انجام شده. علیزاده، در حالی اول جملتون قطع شد، اگه دوباره بفرمایید. بله، میخواستم بگم که از یک زاویه به نظر من تهران خیلی بازی هوشمندانه ای رو کرده و اون این بود که همه انتظار داشتن با بالا گرفتن جنگ غزه جبهه شمالی اسرائیل گشوده بشه، یعنی مرزهای با حزب الله لبنان. شما دیدید که حزب الله لبنان خیلی دست به عصا حرکت کردش و وارد منازعه نشده. حدود 140-150 نفر هم جان باخته داشته حزب الله، ولی باز جبهه شمالی رو، شمال اسرائیل رو باز نکرده. از اون طرف شما میبینید که جبهه حوثی ها باب المندب یک گذرگاه آبی بسیار مهم استراتژیک بین المللی رو گشودند و فعالیتشون رو، یعنی در واقع تجارت جهانی، نفت جهانی، همه رو تحت تأثیر قرار دادن. این درک شما درک درستیه، یعنی تهران داره بازی رو آنگونه که خودش میخواهد هدایت میکند، نه اینکه آنگونه که اسرائیل، چون اسرائیل خیلی علاقه داره که جبهه شمالی گشوده بشه تا تسویه حسابی با حسن نصرالله بکنه. اما جبهه
مندب که گشوده شده الان داره فشار رو منتقل میکنه به سطح جهانی ها. فرقی نداره شما کجای دنیا هستید، موافق اسرائیل یا مخالف اسرائیل هستید، شما دارید تحصیل میپذیرید از تنش در باب المندب. بنابراین بله، منم در کمین هستش که تهران داره از ابزار نیروهای نیابتی خودش استفاده میکنه. موشک زنی هاش که خب میدونید پاسخ خیلی دقیقی نیست، به دلیل اینکه اسرائیل هر کی رو که اراده کرده بسیار تمیز و فنی میاد عملش انجام میده، چه در حزب الله در جنوب لبنان باشه چه آقای فخری زاده باشه، موشک ها رو میزنن. الان خبر اومده بچه کشته شده، یعنی بی‌دقته. اما در مورد مسئله حوثی ها نه، به نظر من دقت بسیار زیادی به عمل اومده، یه بازی بزرگ تجارت، یعنی دست گذاشتن روی تجارت جهانی انجام شده. و نگاه کنید که آمریکا رو هم مجبور به واکنش کرده، بریتانیا اومده کنارش ایستاده، تا چند مرتبه حوثی ها رو زدن. و من فعلا بعید میدونم که حوثی ها نیروهاشون تحلیل رفته باشه و بخواهند عقب نشینی بکنن. ممنونم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن.